حتی خود ما هم مثال میوایی رو میبینیم که 20 سال پیش ندیده بودیم، اصلا اسمش هم نشنیده بودیم. چیزهای جدید در هر کشوری پیدا میشه، یعنی هر چیز در کره زمین است انتقال پیدا میکنه به جاهای دیگه. و گفتیم زنا هم در تجارت اومدن، میبینید که کمک میکنن. و بعدیش که پیامبر ما فرمودند بیارید لطفا، و قطع الارحام، قطع شدن رحم یعنی چی؟ یعنی پیوند خشاوندی ممنون، پیوند خشاوندی از بین میره. و این من یک بار توضیح دادم در حدیث دیگه، حالا امروز سرسری ازش رد میشیم چون حدیث دوباره تکرار شده. گفتم که نطفه بشر الان تونسته نطفه رو خارج از به اصطلاح همون مراحل طبیعی زناشویی زنده نگه داره. و مثال براتون ساده میذارم که در یکی از مراکز همین به اصطلاح تلقی نطفه زن و مرد در انگلستان، حالا کاشف به عمل اومده که این آقای دکتر آزمایشگاه نطفه خودش رو به 600 تا زن داده. اونا نطفه شوهر خودش آورده که مثال در بیرون از رحم اینها با هم لقاح کنند و به اصطلاح جفت بشن، نطفه مرد و زن. این ورزش نطفه خوکی میفهمه دیگه، نطفه خودش داده و 600 تا پدر 600 پسر شده یا بچه دختر پسر شده. حالا فهمیدن آدم هم مرده. خب این 600 تا با هم برادرن ولی همدیگر نمیشناسن که رحم قطع شده. و مثل این گفتیم که ده ها چیز دیگه هم اتفاق میفته، دیگه توضیح نمیدیم. یک نمونه شو براتون گفتیم، پیشرفت علم بشر باعث شده که بشر به اصطلاح مثلا حتی الان من شنیدم یه خانم میخواد مادر بشه، خب پدر نیست که، میره از بانک نطفه یک نطفه میگیره، معلوم هم نیست از کیه. در بعضی از کشورهای به اصطلاح مدرن این هم داره اتفاق میفته و از این بدتر خواهد شد. دولت های مثلا مثل کره شمالی که یا حتی اروپایی ها دیگه بیشتر دوباره به دیکتاتوریش برمیگردن، طبق حدیث هایی که ما داریم کنیز داشتن دوباره میاد، یعنی کنیز داری. اینا مثل غم قبل کنیز میگیرن، اما این دفعه کنیز برای مزرعه خودشون استفاده میکنه، یعنی انسان توی کنیز کشت میکنن. نطفه های خودشون سفید مثلا اگه هستن موزرد هستن، در همین نطفه در شکم یک زن مثلا سیاه میکنن یا زن مثلا آسیایی میکنن و نطفه بیرون که میاد شبیه به اروپایی مثلا شمال اروپا است. مثال میگم یعنی چی؟ یعنی قطع رحم شده دیگه، پیوند خشاوندی به طور کلی از بین میره.